لیلا صراحت روشنی فرزند سرشار شمالی در 23 جوزای سال 1337 خورشیدی در شهر چارکار ولایت پروان در خانواده فرهیخته و روشنفکر زاده شد. او از سال 1350 خورشیدی به سرودن شعر روی آورد و نخستین معلم وی نیز پدرش بود. شمار از نخستین سروده های وی در روزنامه ها و نشریات سالهای نخست دهه 50 خورشیدی منتشر شد و در مدت کوتاه وی در میان شاعران افغانستان با عنوان یکی از بانوان شعر افغانستان مطرح شد. با تأسیس کانون نویسندگان جوان در کابل که زیر نظر انجمن نویسندگان افغانستان فعالیت می کرد، وی با عنوان معاون این کانون برگزیده شد و سپس با عضویت شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان پذیرفته شد. این شاعر و روزنامه‌نگار کشور که همیشه به وطنش عشق می‌ورزید و در سخت‌ترین لحظات حاضر به ترک کشورش نشد و سرانجام مجبور به ترک کشورش شد و ابتدا به پشاور رفت و بعد از مدت راهی اروپا شد و در کشور هلند پناهنده شد. صراحت در هلند نیز بیشترین فعالیت‌های ادبی را داشت و با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ویژه زنان هوا در تبعید را که از طرف کانون رابعه بلخی بود منتشر می ساخت. از لیلا صراحت 4 مجموعه شعر با نامهای طلوعی سبز، در تداوم فریاد، از سنگها و آینه ها و روی تقویم تمام سال منتشر شده است. لیلا صراحت که تا آخر عمر ازدواج نیز نکرد، در 2 سال آخر عمر خود از سرطان مغز رنج می برد و 2 سال تمام در مقابل بیماری ایستادگی کرد و سرانجام در سرطان 1383 در سن 46 سالگی از دنیا رفت و جنازه وی طبق وصیتش در کابل به خاک سپرده شد. روحش شاد باد. یک آدم عادی رو ناوردیم، نه یک شاعر بزرگی.
لیلا سراحت را با دسته های گل در فروتگاه کابل استقبال و به خاطر آمدن چنین باروی شیرآفری خوشحالی و شادمانی فرمیدم. اما جسد بیجان لیلا سراحت را در اینجا با چشمهای عشقبار استقبال لیلا سراحت ظاهرن مرده است، ظاهرن در میان ما نیست، و اما شما مطمئن باشید که نام لیلا سراحت بر همیشه و به صورت جاودانی در تاریخ ادبیات افغانستان ثبت شد. من به آن که زیر تأثیر احساسات خود قرار گرفته باشم با جرأت می توانم به شما بگویم که لیلا سراحت ستاره درخشانی بود در آسمان ادبیات افغانستان. لیلا سراحت در میان بان شاعران افغانستان یگانه و پیشتازترین شاعر و گوینده بود. من به خاطر گرمای هوا نمیخوایم به شما زحمت بیشتر بتون، صحبت های بیشتر شاید باشه بر سر هدیره. دوستان دیگر آمادگی دارند که احساسات خود را نسبت و این بانوی بزرگوار تبارز بدن. فقط اجالتن و خانواده بازماندگان و به دوستان و فرهنگیان افغانستان صمیمانه این حادثه علمناک را تسلیت بدن. یک گاز اینجا بکنید. آمین. اللهم اغفر لنا و امتنا و شهدنا و قلبنا و سبيلنا و كبيرنا و ذكرنا و المسلمنا. اللهم نحييك منا فاحييك على الاسلام، ومن توفيت منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. حاجی صاحب نیافت امثال موترارا
شما دستان پایام کنه؟ دستان پایام کنه؟ برادرم یه چی از این رو فکر نکرده رسی از این بند نمیشه کرده سشتون من نمیتونم تأثیر خدا و اندوه خدا در خاموشی بزرگ بانوی شعر معاصر افغانستان لیلا سراحت روشنی آنچنان که میباید بیان کنم. شاعری که با درد زیست و با درد مرد، اما جا دارد تا صدرهای از گریه های خود را در قدوم این بانوی فرزانه بیفشانم و میخواهم از زبان این بانوی شعر افغانستان بخوانم که من میمیرم اما تو سیاره رویای مرا که هیچ گاهی مدار تعبیری نداشته است به نسل‌های دیگر ما قصه خواهی کرد. خونین خواهند شد چشم‌های تاریخ و نسل‌های دیگر ما در سوگ جاودانه من خواهند گریست. میدانی از روزگارانی که قلبها را مسخ کردند و افشاندند تیزاب بی‌اعتمادی بر چهره حقیقت آزادی و شکستن موجهای بنفش صدای من، آنک آنک به نسلهای دیگر دریاها روانپندار و زبان سوار آرام و دریاکام قصه خواهی کرد. آنک آنک از پاهای پرابله وفای من که می پیمایند جاده های یاد تو را به چه بادی قصه خواهی کرد. می دانی من آواره می میرم، من پا برهنه می میرم. لیلا لیلا و خو مجنونه دی وطن و لیلا سرشار مینه دی هیواد یو لپلار نفو میراد و پاتی دی مینه دی وزنی مینی دی دی پزرکی جولکلی ابدی مینه و و هم دی مینه پایدله هم دی وینه و تجون باخه. لیلا لیلا و خو مجنونه دی وطن و لیلا شعور دی شیری سخت بحران که وده وکره
شعور د شیری په سخت بحران کې وده وکړه، د ادب ژړ ګلی په سره توفان کې وده وکړه. د دې دوره وه د جنګونو دوره، د افغانانو د مرګونو دوره، دا وه د پلار د شهادت شاهده، د ګران هیواد د شازلمو د میړنو لونو د قربانیو شهامت شاهده. نستو سفیر څخه ډیره مننه کوو. لیلای ما و لیلای افغانستان، لیلای تاریخ. من این شعر بسم خانه رو به شما میخوانم. نه با عشق، نه با گریه، نه با استراب از دست دادنت، نه با عشق، نه با گریه، نه با استراب از دست دادنت، نه با دعا، نه با تردد میان دو جهنم و نه با سگان سیاه توانستم جلوی مرگت را بگیرم. کفن زرد، تابوت چوبی، سوگواران لبارب از حقیق تو خوابیده در اطلس سفید، یک تابوت زرد چون سندیسه اطلاع و تارت. من واژه مرجانی عشق را عمیل گردنت میکنم. وای پرندگان را خبر کنید، به تاکستان های توسعه پروان خبر برید. لیلا پنجره های شیر را بروی ما بسته است. لیلا آینه آبی پر از تصویر بود که شکسته است. خاموش است، چراغ زندگیم سوخته و خاموش است. های مردم میان جان شما مادرم نیست مگر، های مردم میان جان شما مادرم نیست مگر. بابا جان ای پدرم تو نگفتی که بیا، بابا جان ای پدرم تو نگفتی که بیا. حال غمگینی چرا، های های ام نفسم اقبالم، تو بگفتی که بیا و برگرد. گل پژمرده با گل پژمرده گلباغ تنت، وطنت میخواهد به سینه جا بدهد دخت نازش که تویی. مگر ای هم نفسم تو نگفتی که بیا، ای تنم گریه مکن، ای تنم گریه مکن. های مادر تو بیا پیش، بیا گریه مکن، تو بیا گریه مکن، چیغ مزن. های مردم کم راهم بدهید، های مردم کم راهم بدهید. مادرم را خبر که مرا مام وطن میخواهد به سینه بفشارد، مادرم را خبر خوش بدهید. او که میخوان مرا نرم نرمک میگفت، خواب میبینم از ای دختر نازم برگرد، خواب میبینم از ای دختر نازم برگرد. کنار صفه باغ دست بالا میکرد، همه دعا میکرد. زن همسایه که میپرسیدش، او میگفتش چادرم گوشه دهد، چادرم گوشه دهد، کاش لیلا در آید چو بهار دوباره برگردد. مادرم باز همی گفت چادرم گوشه کده، دخترها سرمه کشید، دخترها سرمه کشید. آستین برزده و دایره ها بنوازید، کف دستان شما، کف دستان شما را من حنا میگذارم. بچه ها ساز عتم سر بدهید، ما چادرم گوشه نمود. مگر این لیلا نیست، مگر این لیلا نیست که می آید به وطن. همه در کوچه ما شیر آهسته برو می خوانند و امام محله سوره نور بلب می آرد. همه قرآن، همه قرآن، همه این نور که فضا می بارد. و صدای رد شد فری آزادی گفت، بله ای هموطنان، بله ای همسفران، بله ای شاعره ها، بله ای سروران شعر و ادب. چشم هاتان روشن دوباره برگشتم، چشم هاتان روشن دوباره برگشتم. مگر افسوس تنم سرد از سر، مگر افسوس تنم سرد از سر. و لبم گنگ یا که می شرمم میان جمع شما، ز خوشی حرف نمی توانم گفت. بله ای هموطنم، دخت افغان منو، بله من برگشتم. قوم با غیرت من، بله من برگشتم. قوم با غیرت من، این همه ناز چرا؟ گل لبخند مرا میبینید، بی تو پژمرده شد و پرپر شد، بی تو پژمرده شد و پرپر شد. یاد تو کردم و حسرت بردم، تا که در حسرت دیدار شما، تا که در حسرت دیدار شما جان دادم. صرف یک شاخه از زندگی ناشادم، مرا به دهکده عشق خدا بسپارید.
مرا به دهکده عشق خدا بسپاره تا که این اشک شما دوباره سبز کند نام همین لیلا را که چهار فصل شعر امروزی با سر آغاز همین نام هم سبز شود و من ز فصل جدایی دوباره برگردم و من ز فصل جدایی دوباره برگردم. تشکر میکنیم از خواهر عزیز ما شاعر و نویسنده گرامی لطیف پدرام هم بسنیایی دارن. رحمان و رحیم سلام مرسی از شاعر و شاعر بزرگ دبار سالتیاد خانم که در سومی فروغ فرقیات فروغ شده بود و بدون شک به دهاتی و به تعدیلی لیلا فروغ فرخزاد شعر معاصر فارسی افغانستان. با جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستانه دریا و علف و به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگم پس به هیئت گنجی در آمدی بای سوا زنگی که بد انسان تملک خاک را و گیاهان را دلپذیر کرده نامت سپید دمی که بر پیشانی آسمان میگذرد متبرک باد نام تو. ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز لیلا با مرگ خودش ما را غافلگیر کرد. شعر معاصر فارسی هم غافلگیر و دو سال پسیر زندگی لیلا تاریخ مبارزاتی و بالجوش تر نوی بیماری سرطان مغز. لیلا از میان ما رفته است ولی آنچه برای ما باقی ماند از لیلا غزلهای زیبا و عظیم لیلا هست که به تعبیر دوستان خانه به خانه میگرد. لیلا در شعر معاصر فارسی افغانستان به طور کلی در شعر معاصر فارسی بدون تردید چهره تابناک و درخشان و یگانه بود. قدرت عظیم شاعری لیلا غزل سرایی او بود، هرچند در مایه های جدید نیمایی و روش های جدید شعر فارسی کارها و تجربه های زیبایی داشت که من در سفر آخرین به هلند در شب شعر کوچک در منزل خود لیلا این شعرها را با هم خواندیم و بحث کردیم. غزل فارسی در افغانستان بدون تردید تا شروع کار شاعری لیلا بیشتر بروال کلاسیک و بروال قدیم شعر فارسی. لیلا در جمع خودش، در جمع همگنان خودش، در میان شاعران نسل خودش با تجربه های تازهی در زمینه شعر فارسی قدم برداشت و غزل فارسی در شعر معاصر افغانستان چند گام به جلو برد. رگه هایی از تأثیر غزل سرای بزرگ زبان فارسی سیمین بهبهانی با تجربه های نو و جدیدی که در اشکال کلاسیکی که شعر فارسی انجام داد و طرح‌های جدیدی که در وضع افغان اثرگذار بود بر کار نیما، بر کار لیلا، ولی به هیچ وجه این اثر چنان نبود که بشود گفت لیلا به تقلید سیمین بهبهانی کار شاعرانه خود را در غزل سرایی ادامه میده. غزل های لیلا رد پای مشخص لیلا را دارد، احساس و ظرفیت ها و توان های شاعرانه او را. چیز پنگیز برای من این است که با وجود بحث ادبیات زنانه و شعر زنان و شاعران زن کمتر موردی وجود دارد که دیده شود در غزل لیلا تنها به تجربه های زنانه و احساس های زنانه در شعر اکتفا شده باشد. آفاق شعر لیلا تجربه های بزرگ بشری بود، تجربه ها و رنج های ملتی که تا آخر در عشق با این ملت زیست و برای این ملت بود. از دیر باز لیلا را می شناختم. دوران سیاه طالبان یک هفته تمام در خانه لیلا وقتی بودم و این فرصت غنیمتی بود برای من
که با شگرده‌های کار لیلا، شکیبایی، روح بلند، پرواز لیلا بیشتر آشنا شد. در زمان مهاجرت در اروپا هم پیوسته با هم گفتگو داشتیم با تماس تلفنی یا نشست‌های دائم، ولی پیوسته این بیماری علاج ناپذیری که لیلا شکنجه می‌شد و وسیلش باعث ناراحتی من و همه دوستان ما بود. تا آنجا که لیلا رو می‌شناسم جز در آوار جوانی کمتر لحظات وجود داشته که آفاق خوشبختی لااقل از روزنه کوچکی به سوی لیلا درخشیده باشد. اگر قرار باشد فرض بکنیم و بپذیریم که خوشبختی وجود دارد. مرگ پدر ضربه بزرگ بر روح لیلا بود، بعد مرگ مادر و مرگ انجلا. در تلاعین فریاد در شعر سکوت را بشکن لیلا آخرین دردهای خود را بیان میکند، موقعی که در باره انجلا مینویسد. لیلا از آشیان گزیدن بر درخته های غریبی و غربت بیزار بود، ولی با دریغ گرفتار همان غربت و غریبی شد که نمیخواست و بناچار و به تقدیر در دامیان افتاد. اگر نگویم خواهران تقدیر، به زبان اسطوره‌های کلاسیک تقدیر خواهران چنین بود که در دیار غریب و غربت دور از سرزمین خیش ما را و وطن خود را و سرزمین خود را جدا بکنند. به هر حال مرگ علاج ناپذیر است و سخن شاملو چیزی کثیفی است بروی هم رفته، ولی نمیتوان از چنگال آن فرار کرد. کاری نمیتوانیم انجام بدهیم جز اینکه یاد لیلا را گرامی بداریم و شعرهای او را، دفترهای او را، غزلهای او را نقد کنیم، تفسیر کنیم، بنویسیم، چاپ کنیم و در اختیار علاقمندان شعر لیلا و در اختیار مجموعه زبان و ادبیات فارسی قرار بدهیم. لیلا برو، پرواز کن، بیارم، بخور، دریا نیز می‌میرد. سپاسگزاری میکنیم از شاعر ارجمند آقای بدرام. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی و فرهنگیان گرانقدر، به نمایندگی از فامیل لیلا صراحت روشنی و سرشار روشنی از اظهار همدردی همه شما سپاسگزاری فراوان می‌نماییم. لیلا صراحت روشنی نه تنها عضو فامیل سرشار روشنی بود، بلکه متعلق به جامعه فرهنگی و مردم افغانستان بود. لیلا وارث شخصیت چندبودی پدر بزرگوارم بود. لیلا شاعر آزاده و آزادمنش افغانستان است. او لحظه ای از درد وطن و مردم دور نبود. از طلوی سبز تا تنام فریاد، از حدیث شب تا از سنگ ها و آینه ها، و روی تقویم تمام سال درد مردم را فریاد کرد. یک بار دیگر از همه فرهنگیان و دوستانی که قدم رنج فرمودند و اظهار همدردی کردند جهان سپاس. از وزارت اطلاعات و کلتور و اطلاعات و فرهنگ، انجمن قلم، کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی و تمام فرهنگیانی که بسیار در این لحظات بسیار حساس و ما را تنها نگذاشتند، تمام دانشگاه ها و فرهنگ دوستانی که در این لحظات ما را تنها نگذاشتند، جهان امتنان و اخلاص، روح لیلا شاد و جایش جنت بر این باد. از همه شما خیلی
كم هنجد الشيء.